آمریکا یکی از نخستین کشورهایی بود که حمله تروریستی ستیزجویان حماس به اسرائیل و کشتن و به گروگان گرفتن شهروندان اسرائیلی را به شدت محکوم کرد و همه توان خود را در حمایت از اسرائیل در جنگ علیه حماس و حامیانش به کار گرفت. رسانه‌ها و افکار عمومی آمریکا هم با مردم اسرائیل همدردی کردند. ایپک، بزرگترین سازمان مدافع اسرائیل در آمریکا، طی فراخوانی خواهان حمایت هرچه بیشتر از اسرائیل در جنگ علیه حماس شده و بر تقویت صدای حامیان اسرائیل در جامعه و به ویژه رسانه‌های اجتماعی تاکید کرده تا هم افکار عمومی آمریکا در این زمینه بسیج شوند و هم نمایندگان کنگره برای حمایت از اسرائیل در جنگ علیه حماس اقدام عاجل نمایند. از سوی دیگر گروه‌های همچون ایفناتنا یا صدای یهودی برای صلح به خیابان‌های نیویورک و واشنگتن آمدند تا علیه ادامه جنگ دست به اعتراض بزنند. شماری از آنان در کنگره آمریکا تجمع کردند و پای مجسمه آزادی نیویورک گرد آمده خواهان آتش بس در جنگ شدند. آنان ایپک را متهم می‌کنند که تقویت کننده سیاست‌های تند بعضی دولت‌های اسرائیل است. اما سازمان ADL یا اتحادیه ضد افترا که بزرگترین رسالت خیش را مقابله با یهودی ستیزی، نفرت پراکنی و نژاد پرستی می داند، با انتشار گزارشی به بررسی ماهیت سازمان دهندگان این گونه اعتراضات پرداخته، مواضع آنان را یک جانبه نگری و حمایت از حماس دانسته و این اقدامات را در راستای یهودی ستیزی و نفرت پراکنی در جامعه ارزیابی کرده است. استوان والد، استاد روابط بین الملل دانشگاه هاروارد و یکی از دو نویسنده کتاب لابی اسرائیل و سیاست خارجی ایالات متحده، درباره نحوه کارکرد لابی های اسرائیل در آمریکا میگوید. در سیاست داخلی آمریکا تأثیر سیاسی گروه‌هایی که بهشون میگیم لابی‌های اسرائیل، گروه‌هایی مثل ایپک و بعضی گروه‌های صهیونیست مسیحی وجود دارن. سیاست در آمریکا اینطور کار می‌کنه. گروه‌هایی که با منافع خاصی هستن، مثل انجمن ملی اسلحه یا گروه لابی مزرعه‌داران یا داروسازهای بزرگ یا گروه‌های دیگه که بسیار تاثیرگذارن در اینکه سیاستمداران آمریکایی رو متقاعد کنند که از اسرائیل تقریبا بدون توجه به اینکه چه میکنن حمایت کنن. اما تفاوت‌های سیاسی و عملکرد این سازمان‌ها در چیست و چه دیدگاه‌های خاصی را نمایندگی می‌کنند؟ ایپک خیلی انعطاف‌پذیره و طرفدار اسرائیل، بی توجه به اینکه اسرائیل چه میکنه و به طور مشخص حامی مثلا راه حل دو کشوری نیست. جی استریت بعدتر تشکیل شد، در واقع بعد از نوشته شدن کتاب ما. جی استریت از جهتی تشکیل شده که سیاستمدارها رو وادار کنه از اسرائیل حمایت کنن، ولی در ضمن میخواد برای راه حل دو کشوری تلاش کنه. صدای یهودی برای صلح بیشتر تمایلات چپ داره و منتقد رابطه آمریکا با اسرائیل و میگه کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل رو اگه به اشغال پایان نمیده متوقف کنید. جریان‌هایی مثل صدای یهودی برای صلح مدعیان مخالفت آنان با سیاست‌های راستگرایانه بعضی دولت‌های حاکم بر اسرائیل است و به هیچ وجه ماهیت یهودی ستیزی ندارد. اما آیا حملات علیه دولت اسرائیل پوششی برای ترویج یهودی ستیزی نیست؟ Anti-Semitism is bigotry or prejudice against Jews as a people. یهود ستیزی تعصب علیه مردم یهودیه و میگه یه چیزی در مورد اونا متفاوته، چیزی که برابری اونها رو با دیگران کم میکنه. نفرت از مردم یهودیه و کاملا از انتقاد به سیاست‌های خاص یک دولت یا یک حکومت خاص جداست. همه اسرائیلی‌ها از سیاست‌های این دولت حمایت نمی‌کنند و همه یهودی‌های آمریکایی یا هر جای دیگه دنیا از اون که اسرائیل میکنه حمایت نمیکنن. بعضی از کسانی که من به عنوان لابی اسرائیل در نظر میگیرم اصلا یهودی نیستن. برای همین فکر میکنم فاصله خیلی روشنی بین انتقاد از سیاست‌های مشخص یک دولت و مرتبط کردن اون سیاست‌های خاص به تمام مردم و یهود ستیزی وجود داره. یهود ستیزی مطلقاً پذیرفتنی نیست و باید به هر شکلی باهاش مقابله بشه، ولی این کاملاً متفاوت با انتقاد از اقدامات مشخص یک دولت مشخص. این استاد دانشگاه بخشی از پس‌زمینه گروه‌های مانند حماس برای ارتکاب اقدامات تروریستی را از جمله بهبود موقعیت ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی می‌داند. حمله به عراق در سال 2003 موقعیت ایران رو بهتر کرد و آغازی شد بر تغییر دیدگاه عربستان سعودی و بقیه در مورد همکاری با اسرائیل.
تضعیف راه حل دو کشوری با تصمیمی که آمریکا در زمان پرزیدنت ترامپ گرفت تا مسئله فلسطینیان رو نادیده بگیره و از توافق اتمی با ایران هم کنار بکشه، همه این چیزها به شرایط منجر شد که حماس رو به این سمت برد تا تصمیم بگیره این حمله غیرقانونی رو علیه اسرائیل انجام بده. بسیاری از کارشناسان بر این نظرند که اگر افکار عمومی آمریکا در یک مورد همسو با سیاست‌های جاری دولت مردان ایالات متحده باشد، همین دفاع قاطع از امنیت و موجودیت اسرائیل است و از زمان تشکیل کشور اسرائیل در سال 1948 تا کنون همه شواهد و نشانه‌ها مؤید ثبات رأی مردم آمریکاست. برای این گزارش با ایپک و جی اس 3 تماس گرفتیم ولی دعوت ما رو برای مصاحبه نپذیرفتن.